ایرانه و همه چی پای پدره، یعنی حتی الان نفس اجازه خروج نداره، پدرش به من اجازه خروج نمیده با اینکه تا حالا دخترشو ندیده و 1000 تومن هم ما ازش دریافت نکرد. فکر می‌کنم همه به شکل کامل در جریان درامای سنگین ملک و تمامی علی یاسینی باشن و همونطور که می‌دونید حتی مدت زمان خیلی زیادی بعد از جداییشون و حتی وارد رابطه شدن ملیکا با خیلی از آدمای دیگه، بازم خیلی وقتا ملیکا میگفت تنها کسی که عاشقش بوده علی یاسینی، اما الان به نظر میاد اون عشقی که داشته دیگه کاملاً به نفرت تبدیل شده، به قدری که برای اولین بار اومده یه سری استوری به شدت جنجالی گذاشته و کاملا مستقیم راجع به علی یاسینی برای اولین بار داره صحبت میکنه و داره میگه که حتی بچهش نفس رو هم ندیده بعد از به دنیا اومدنش، در صورتی که قبلا یه جورایی نشون میداد تو استوریاش که در ارتباطن، حتی علی یاسینی از شنگای میاد نفس رو میبینه و علاوه بر اونم گفته که حتی یک قرونم از علی یاسینی بابت بزرگ کردن نفس نکرد. خودمون انتخاب کنیم. آره دیگه همه بچه خودشون انتخاب کردن مام باباشون. تنهایی؟ آره تنهایی. خدا زبونتون رو میفهمیده اونجا. انتو از انتخابت راضی؟ آره. آره؟ خیلی دوست داشتم تو انتخاب کنم. وای خدایا! یه نفر از ملیکا پرسیده بود که ملیکا پدر مادر چطوری راضی شدن نفس رو به دنیا بیاری وقتی پدرش نبود. جواب داد که مادر من کلن از اول آشنایی با پدر نفس مخالف راضی نبودن راستش. وسط بارداری من تک و تنها شدم یهو 4 ماهم و ما بقیه راهو من تنها بودم. نه خانواده‌ام بودن نه پدر نفس. در روز زایمانم اورژانسی بودم، مامانم اینا دلشون سوخت آشتی کرد. یکی دیگه پرسیده بود که مگه برای زایمان اجازه همسر نباید باشه؟ جواب داد که کی گفت اجازهش نبود. اگر کسی یه قسمت از زندگیشو براتون تعریف میکنه، قرار نیست این اجازه رو به خودتون بدید از زیر و بمش سوال کنید. ممنونم که احترام بذارید. یه نفر دیگه هم بهش گفته بود که پس میشه بگی چرا تصمیم گرفتی بچه داشتی و نگه داری؟ خیلی دلم میخواد بدونم، قصد فضولی هم ندارم، فقط برام سواله. جواب داد که من نه واسه یادگاری بچه‌مو نگه داشتم نه واسه موندن کسی، چون انسان عاقل میفهمه هیچ مرد و زنی رو نمیشه با بچه نگه داشت، اما خود من هر حرفی بزنم هر کس در حد و شعور خودش برداشت میکنه. من بعد از 7 هفته فهمیدم باردارم و تحقیق کنید میفهمید عادیه برای زنای باردار. هیچ علائمی هم نداشتم، قلب بچه‌م هم تشکیل شده بود. اولین سونوگرافیم صدای قلب بچه‌م رو شنیدم و نتونستم دل بکنم. دروغ بگم حسی نبوده، قطعا پدر دخترم یه روزی انتخابم بوده و اینم قطعا تاثیر داشته تو تصمیم، اما خدا رو شکر هم موقعم هم یادم به همه چیش فکر کردم و تصمیم گرفتم پاش بمونم، حتی به قیمت تنها شدن. دوستان لطفاً اگر میخواید بازی کنید، اسباب بازی بخرید و اسم عشقتون و پارتنر رفتتون رو بذارید روش، چون که اصلا حق ندارید شما با آدم ها بازی کنید. اینجوری دارید با بچه‌تون هم بازی میکنید. اگر هنوز قلبتون متعلق به یک نفر دیگه است، ازدواج که هیچ، حتی تو یک رابطه دیگه هم نرید. آدم ها مسخره شما نیستن. اگر شخصی هم به شما بدی کرده، تاوانش یک آدم دیگه نباید بده. اون بدی کرده، اون عوضی بوده، به آدم بعدی چه؟ و اینکه اینو من خیلی میشنوم، وای خوش به حالت از عشقت یه یادگاری داری. من هیچ حسی به پدر نفس ندارم روک بگم، و اگر عقیدم مثل شما بود الان به نفس هم نباید حسی میداشتم. خوش اومدی عزیزم. یه چیزی بگم کلا راجع به پیجم، بدونین کسایی که جدید اومدن، من دوست ندارم خیلی زندگی شخصی موارد مجازی کنم. خیلی اذیت شدم سر این داستان، چون قبلا این کارو انجام میدادم و من الان با پدر نفس هیچ گونه ارتباطی ندارم و اصلا درست نیستش که الان دو تا زندگی جدا داریم من بخوام کسی رو وارد پیجم کنم، حاشیه سازی کنم یا هر چیزی. و اینکه حالا به هر حال یه سری داستان ها راجع به اسم من هست، شاید بشنوید شاید ببینید، اون دیگه میل خودتونه که بخواید باور کنید بخواید نکنید. یه سریاش هم راسته یه سریاش هم دروغه، همین دیگه. کلا دوست ندارم دخترم، خانوادم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم،
هیچ کدوم رو وارد مجازی کنم و انتخاب شخص خودمه که کنار شما باشم. بعد از این استوری جنجالی که ملیکا تمامی گذاشت و اولین بار بود که دیگه رک میاد میگه که من اصلا هیچ رابطه در حال حاضر ندارم با علی یاسینی و حتی نمیاد بچه‌شم ببینه، یکی ریپلای زده بود که آقا سری قبل که گفتی نفس باباشو دیده. جواب داد که من هیچ وقت به طور قطع حرف نزدم، گفتم از کجا میدونید ندیده. اگر تا الانم چیزی نمیگفتم چون دوست نداشتم ایشون جلوی مردم آدم بده باشم و الان چون حسی نیست اهمیتی هم نداره برام، من بدم یا ایشون، تمام. که همین که خب این تکسی که نوشته کامل نشون میده که اون عشقی که تا همین چند وقت اخیرم همچنان وجود داشت و ملیکا حداقل نمیومد هیچ حرفی بزنه و یه جوری نشون میداد که اتفاقا علی یاسینی بچه‌شم میبینه و آدم خوبیه، کامل از بین رفته و به نفرت فهم میکنم تبدیل شده، که دلیلش احتمالاً اون شکایتیه که حالا شروعش فهم میکنم از پدر علی یاسینی هم بود که همین چند وقته پیشم توی کنسرت کامنتی گذاشته بود که الان ملیکا تمامی اصلا با وثیقه آزاده و این باعث شده که این عشق تبدیل به نفرتی بشه. حالا اینکه نمیبینه اصلا بچه‌شو، طبیعتاً میتونه از نظر قانونی اقدام بکنه ملیکا و همچنان این کارو نکرده. یعنی من حس میکنم که اون پشت پرده خیلی چیزای دیگه وجود داره که هم از اون سمت علی یاسینی یه سری کارا رو نمیکنه، اما از این سمت ملیکا تمامی یه سری حقایی که داره رو راجبش صحبتی نمیکنه. حالا نمیدونم که چه آتویی دقیقاً از هم دیگه دارن. خب اینا هم یه سری سوالای کلی و میخوام جواب بدم، حالا اگر تا الان جواب نمیدم به هر دلیلی که شجاع نبودم، ترس از قضاوت داشتم، سوء استفاده شده هر چی که بوده از سکوت من. بله اینجا ایرانه و همه چی پای پدره، یعنی حتی الان نفس اجازه خروج نداره، پدرش به من اجازه خروج نمیده که یه مسافرت حتی با بچه‌ام برم با اینکه تا حالا دخترشو ندیده و 1000 تومنم ما ازش دریافت نکردیم و حضانت نفس بله با منه، کنه حضانت تا 7 سالگی با مادره و همین. و ممنون میشم دیگه، چیزای کلی رو جواب دادم، کلن دیگه سوالای شخصی نپرسیم، خیلی دوست ندارم، دوستتون دارم و همین دیگه. به من اگه تمامی الانم الانم چیزی نگفتم، چیز خاصی نگفتم، ولی اگه تمامی الانم این دو سه تا داستان رو نگفتم صرفا به خاطر اینکه فکر میکردم اگه با کسی کاری نداشته باشم اونا هم با من کار ندارن. نه تنها اونا با من کار دارن، بلکه یک سری آدم ها هم هستن که تا میان ببینن من دارم یه زندگی جدید با آرامش میسازم که واقعا فکر کنم دیگه بعد این همه داستان به نظرم لیاقت این یه دونه رو دارم که حداقل آرامش داشته باشم. نمیدونم چرا، نمیدونم چه هیزومه تری به بعضی ها فروختم، تمام سعیشون رو میکنن که اون داستان و اون زندگی و اون برنامه های من رو به هم بزنن. اصولا هم تمام این آدم ها کارماشون رو کجا برن؟ کارماشون رو پس میدن به موقعش، یه جایی که حتی نمیدونن از کجا خوردن و دلیلش چیه، شاید یادشون نیاد اینجا این کار رو کردن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کسایی که دنبال کننده ملیکا تمامی هستن یا ویدیو کانال رو دیدن میدونن که هیچ وقت تا الان ملیکا تمامی اینقدر مستقیم نمیاد و راجب علی یاسین صحبت کنه، راجب اکسای دیگه‌اش حتی شدیدتر هم اومده بود حمله کرده بود، ولی دیگه الان عملا داشت میگفت که هم اجازه خروج نمیده به نفس که با هم یه مسافرت برن، هم نمیاد ببینتش حتی یک بار، همین که هیچ پولی هم پرداخت نمیکنه. و دلیلی هم که اومد گفت که حالا چرا الان این حرفا رو داره میزنه اینه که دارن خیلی بهش گیر میدن، با وجودی که حالا این مدت نمیومده صحبت مستقیما بکنه، که قطعا اشاره به اون شکایت پدر علی یاسینی خود علی یاسینی داره. من فکر میکنم که باز تو این قضیه شکایت هم مرتضی یاسینی کسیه که خیلی اصرار داره حالا جلو ببرنش و تهدید میکنه اینجور حرفا. خود علی یاسینی فکر میکنم اندازه‌ای ملیکا تمامی ازش آتو داره که نخواد همچین کارایی رو بکنه و خب به هر حال اینکه یه بچه داره نیومده ببینتش یه آتوی خیلی بزرگیه دیگه. یعنی همینو اگه خیلی بیشتر بیاد راجعش صحبت بکنه ملیکا تمامی هم به شدت سوژه جذابیه و هم یه جورایی پشت پرده و آهنگای عاشقانه یه جورایی فیک علی یاسینی مشخص میشه دیگه. یعنی چجوری یه نفر اینقدر حالا آهنگای عاشقانه میخونه و مگاهیت میشه اما زندگی شخصی خودش یه همچین پشت پرده داره. شما حتما نظرتون توی کامنت ها بگین و اگه میدونم دوست داشتی لطفا لایکش میکنید.